نه زیستن نه مرگ. غروب سپیده. بر اساس خاطرات زندان ایرج مصداقی. قسمت 14. اوضاع در حال دگرگونی بود و شرایط روز به روز سخت‌تر می‌شد. محمد رضا صادقی و حسن مولایی به خاطر گزارش‌های محسن جاوید و حمید خلیلی، سیروس منشی به خاطر گزارش‌های زین العابدین فراهانی و فریبرز کشاورز به خاطر گزارش‌های مجید بسجی و محمد محدث به خاطر گزارش‌های امیر محمدی که با آنها هم اتاق بودند، به انفرادی منتقل شده بودند. در پی بهانه‌جویی‌های متعدد، رضا بهمن‌آبادی را که مسئول بند بود برکنار کرده و اعلام کردند که بچه‌ها مسئول جدیدی انتخاب کنند. بعد از مقداری کش و قوس قرار شد که من دوباره از سوی بچه‌ها کاندید شوم. بچه‌ها اعلام کنند ما غیر از ایرج کاندیدی نداریم، چرا که اگر هر فردی را انتخاب کنیم شما انگی به او زده و سپس به انفرادی منتقلش می‌کنید. به هنگام انتخاب دوباره مسئول بند، در حالی که مجتبی پاسدار در بند حاضر شده بود، من کاندیدا شدم و بچه‌ها نیز همان سناریوی از پیش تنظیم شده را مطرح کرده و اعلام داشتند کس دیگری جرأت کاندیدا شدن ندارد و از نظر ما فرقی نمی‌کند چه کسی مسئول بند باشد. به همین دلیل ما از کاندیداتوری او که در واقع تنها کاندیدای بند است حمایت می‌کنیم. در همین موقع محمد خمسه از جای برخاست و مقداری حرف‌های بی‌ربط زد و بحث را از مسیر اصلی منحرف کرد. پاسدار مزبور نیز از موقعیت استفاده کرد و به او گفت ما تو را قبول داریم، می توانی کاندیدای مسئولیت بند شوی. وی نیز بلافاصله کاندیداتوریش را اعلام کرد. بچه‌ها در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بودند و کلیه رشته‌هایشان پنبه شده بود. پاسدار بند به تنه گفت شما که می‌گفتید کسی کاندیدای این پست نیست، این هم یک کاندیدای دیگر. عده‌ای به اعتراض به داخل اتاق‌ها رفتند و با اقدام نابخردانه محمد خمسه بند در موقعیت خطیری قرار گرفت. خشم را در چهره تعداد زیادی از بچه‌ها می‌شد به وضوح دید. چند نفر از بچه‌ها به من اشاره کردند که انصراف بدهم. بلافاصله گفتم مقصود بچه‌ها انتخاب یک نفر به عنوان مسئول بند است و فرقی نمی‌کند چه کسی این مسئولیت را بپذیرد. اکنون که محمد خمسه این مسئولیت را پذیرفته، من با خوشحالی کنارگیری می‌کنم تا او این مسئولیت را به عهده بگیرد. هیاهویی در بند در گرفت، ولی به خاطر حضور پاسدار بند در آن میان بلافاصله سکوت برقرار شد. مخالفت و ناراضی بودن بچه‌ها از نگاه‌های خشم‌آگینشان مشخص بود. بعد از اتمام جلسه، تعداد زیادی از بچه‌ها به من مراجعه کرده و مخالفت خود را با مسئول بند شدن محمد خمسه عنوان می‌کردند. تمام تلاش من و عده‌ای دیگر توضیح این مسئله بود که ما در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودیم و صحیح نبود که پاسدار مزبور از تضاد بین ما استفاده کند. در ثانی مسئولیت بند چیز مهمی نیست که به خاطرش درگیری بین بچه‌ها دامن زده شود و کار را به رأی و رأی‌گیری بکشانیم. استدلال بچه‌ها این بود که درگیری در بین نیست، بلکه یک نفر با ندانمکاری و حماقتش همه چیز را به هم زده است و از این به بعد این پاسداران هستند که اراده خود را تحمیل کرده و دوباره برای ما تعیین تکلیف خواهند کرد. در هر صورت بچه‌ها با اکراه و سر ناچاری محمد خمسه را پذیرفتند. پذیرش مسئولیت بند از سوی او بزرگترین اشتباهی بود که مرتکب شد و بعدها به بریدن و تواب شدنش منتهی شد. از آخر و عاقبت کارش می ترسیدم. خطری که از همان ابتدا به او گوشزد کردم و خواستم که مواظب باشد. از اواخر دیماه در جلسه هفتگی بند مقرر شده بود هر اتاقی یک مسئول فرهنگی جهت تهیه مقدمات برگزاری جشن عید و سال نو معرفی کند تا زیر نظر جلال ماهرالنقش که در خانواده هنرمند به دنیا آمده بود و دارای لیسانس نقاشی و فوق لیسانس معماری داخلی ساختمان بود
و در دانشکده هنرهای زیبا نیز تدریس کرده بود به کار بپردازند. در اولین قدم مسئول صنفی بند موظف شده بود که کاغذهای بسته‌بندی پرتقال و سیب‌های خریداری شده از فروشگاه را که رنگی بودند به جلال تحویل دهد. این کاغذها به رنگ‌های مختلف سفید، زرد، قرمز و نارنجی بودند. بچه‌ها با بریدن این کاغذها به شکل نوارهای کوچک و چسباندن آنها به یکدیگر کاغذ رنگی‌هایی تهیه می‌کردند که برای تزیین سالن جهت برپایی نوروز مورد نیاز بود. در ضمن درختی از کاغذ نیز درست شده بود که در انتهای بند خودنمایی می‌کرد. مسئولان فرهنگی روزها در تهیه آنچه که جلال فرمان می‌داد مشغول بودند. فانوس‌های رنگی برای آویزان کردن از چراغ‌های راهرو، توپ‌های مقوایی با رنگ‌های شاد و متنوع، ماهی‌های تزئینی زیبا برای آویزان کردن از سقف، لوسترهای از مقوا و کاغذهای رنگی میوه که به شکل چرخ گاری‌های فیلم‌های وسترن بود. همه اینها زیبایی خاصی به اتاق‌ها و بند می‌بخشیدند. حوالی ساعت 8 بامداد هنگام تحویل سال بود و ما شب قبل اجازه گرفته بودیم که مقررات خاموشی رعایت نشود و بچه‌ها تا صبح بیدار بمانند. پاسدار بند ساعت 11 شب بند را ترک کرد و از همان موقع بچه‌ها هر آنچه را که طی ماه‌ها تهیه کرده و پنهان کرده بودند بیرون آورده مشغول نصب آنها شدند. از در و دیوار بند کاغذ‌های رنگی به شکل‌ها و طرح‌های گوناگون، نوشته‌های زیبایی مبنی بر بهاران خجسته باد و نوروزتان پیروز از سقف آویزان شده بود. ماهی‌ها، توپ‌ها و فانوس‌ها به چراغ‌ها آویزان شده بودند. جای خالی روی دیوارهای بند دیده نمی‌شد. چرخ‌های تزئینی نیز جلوه‌ای خاص به اتاق‌ها بخشیده بودند. گویی که کارناوالی عظیم در بند جریان دارد. دو طرف بند دو پتوی رنگی سفید و سبز کمرنگ به دیوار زده شده بود و روی آنها عکس‌های زیبای کودکان چسبانده شده بود. سفره هفت سین بزرگی در بند چیده شد و برای تزئین آن مرغابی‌های نقره‌ای که با زرورق سیگار درست شده بودند روی آن قرار داده شده بودند. به ابتکار بچه‌ها شمع‌های زیبا و دلانگیزی در بند ساخته شده بودند. شیشه‌های قهوه‌ای مات دارو را از وسط بریده و در قسمت تحتانی آن روغن غذا ریخته و یک فتیله میان آن قرار داده و روشن می‌کردی. از آنجایی که رنگ شیشه قهوه‌ای مات بود، به غایت زیبا جلوه می‌کرد. این کار به سادگی امکان پذیر است. بالا و پایین محلی را که قصد بریدنش را دارید با کش محکم بسته و سپس یک رشته پلاستیکی را بر سطح محل مورد نظر محکم می کشید. از استکاک حاصل آن قسمت شیشه داغ می شود. کافی است شیشه را در آب قرار دهید تا به راحتی از محل مورد نظر بشکند. لیوانهای چای من را نیز به این صورت تهیه می کردیم. در زندان لیوان شیشه‌ای نبود و هرچه بود لیوان پلاستیکی بود که کسی در آن چای نمی‌خورد. مجبور بودیم نیازمان را با شیشه آب لیمو و دیگر انواع شیشه‌ها برطرف کنیم. صبح هنگام که پاسدار بند برای دادن چای در بند را باز کرد، نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد. فکر کرده بود که از سر شب تا صبح همه اینها را ساخته و پرداخته کرده ایم. به ذهنش خطور نمی کرد که این همه محصول چند ماه کار و انرژی است. مراسم به شکل جمعی در بند برگزار شد و مسئولان اتاق‌ها و بند کارگری روز را انجام می دادند. محمود یکی از بچه ها که از سن بالاتری نسبت به بقیه برخوردار بود، از قبل به تعداد افراد بند از مسئول صنفی بند اسکناس 20 تومانی تحویل گرفته بود و همه بچه ها بعد از سال تحویل ضمن روبوسی و تبریک سال نو به او یک اسکناس 20 تومانی از دست وی عیدی می گرفتند تا مراسم به شکل سنتی آن اجرا شود. سرود بهاران خجسته باد بعد از تحویل سال نو به شکل گروهی اجرا شد و سپس افراد مختلف به هنرنمایی پرداختند. کیک بزرگی نیز توسط بچه‌ها تدارک دیده شده بود که به همراه شربت و چای از سوی کارگری بند سرو می‌شد. نمایش‌های پانتومیم و تئاترهای گوناگون تا چند روز پس از عید نیز شب‌ها در بند اجرا می‌شدند. در خلال برگزاری مراسم، مجتبی پاسدار بند همراه با دیگر پاسداران شیفت ضمن آوردن یک گلدان گل شمعدانی و تحویل آن به مسئول بند
از طرف مدیریت زندان سال نو را تبریک گفته و بلافاصله بند را ترک کردند. چند روزی از برگزاری مراسم عید نگذشته بود که پاسداران به اتاق‌ها یورش آورده و به تعبیر خودشان اجناس ممنوعه را از بند جمع‌آوری کردند. اجناس مکشوفه را همچون نمایشگاهی در فرعی بند به نمایش گذاشته بودند و مسئولان اتاق‌ها را جهت توضیح در مورد اجناس به دست آمده به زیر هشت می بردند. به توصیه بچه های اتاق، من مسئولیت آنچه را که در اتاق ما پیدا شده بود پذیرفتم، چرا که در هر صورت طبق ارزیابی ما در نهایت من مسئول نهایی آن شناخته می شدم و به این وسیله پای دیگران به میان نمی آمد. به همین دلیل نزد داوود لشکری پذیرفتم که اجناس فوق به من تعلق دارند و با آنها خودم را سرگرم می کردم. می دانست دروغ می گویم، ولی چاره جز پذیرش آن نداشت. در مقابل سؤال آنان مبنی بر اینکه آیا محمد خمسه مسئول بند از وجود این اجناس مطلع بوده است، گفتم خیر. او بارها تاکید کرده بود اجناسی را که ممکن است از نظر بیرون تخلف تلقی شود در اتاق‌ها نگهداری نکنیم. محمد خمسه رابطه خوبی با پاسداران و به ویژه مسئول شیفت حامد داشت. حامد علی‌رغم اینکه فردی به غایت فاشیست و بیرحم بود و سوی بچه‌ها لقب دست قشنگه گرفته بود، با او میانه خوبی داشت. لقب دست قشنگه را به خاطر سیلی‌های محکمی که به گوش بچه‌ها به ویژه در دورانی که در مجرد بودیم میزد دریافت کرده بود. حامد به محمد خمسه میگفت تو فرد صادقی هستی و ارزیابی ما از تو جدای ارزیابی من از بند است و تمایل ما این است که با ما رو راست باشی و همه چیز را آنگونه که هست جلوه دهی. اگر چیزی میخواهی بدون پرده پوشی با ما در میان بگذار. پاسداران نسبت به عدم تمایل بچه های بند در رابطه با مسئول بند بودن محمد خمسه واقف بودند. بعد از بازگشت به بند به محمد خمسه گفتم تلاششان این است که پای تو را به میان بکشند و در این رابطه برخوردم با لشکری و پاسداران را با او در میان گذاشتم و توصیه کردم به هیچ وجه مسئولیت آگاهی داشتن نسبت به وجود اجناس به دست آمده در اتاقها را به گردن نگیرد. در خاتمه به او گوشزد کردم این ارزیابی بچه ها نسبت به وقایع پیش آمده است. او ظاهراً متقاعد شد، ولی در همان برخورد اولیه با حامد و تکرار اراجیفشان راجب صداقت و روراستی، محمد خمسه بند را آب داده بود. برای نشان دادن حسن نیتش به آنها گفته بود که از قبل نسبت به وجود آنها آگاهی داشته است و از نظر وی اجناس یافت شده که در حد تیزی برای پوست کندن خیار و گوجه و یا رنده های مختلف بودند مسئله مهمی نبوده است. او به حساب خودش نیازهای اولیه بچه ها را مطرح کرده و گفته بود این وسایل برای تأمین نیازهای معمولی مورد استفاده قرار می گیرند. حامد نیز گفته های وی را تایید کرده بود و صداقتی که او به خرج داده بود تشکر کرده بود. چیزی نگذشت که محمد خمسه مانند فاتحان وارد بند شد و یک راست به نزد من آمد و بی مقدمه و از موضعی طلبکارانه گفت نگرانی بیهوده‌ای داشتی و ذهنیت شما نزدیک بود مرا نیز به بیراهه ببرد. من مسائل را با حامد در میان گذاشته و به او گفتم که نسبت به وجود اجناس در داخل بند آگاهی داشتم و از حق داشتن آنها نیز دفاع کردم و از او خواستم که در صورت امکان آنها را به بند بازگرداند. سرم را به حالت تأسف تکان دادم و گفتم مگر قرار نشد که مسئولیت آگاهی داشتن از وجود اجناس فوق را به عهده نگیری؟ دفاع از نیاز ما به آن وسایل به جای خود تازه. من نیز این کار را کردم، ولی قرار بود که ما مسئولیت را به عهده بگیریم که تو زیر ضرب نروی. گفت میبینی که چیز مهمی نبود. گفتگو را ناتمام گذاشتم، چرا که ادامه بحث مشکلی را حل نمیکرد. سرمست از برخوردی که کرده بود و با خیالی خام به اتاقشان رفت. از شدت عصبانیت نزدیک بود منفجر شدم. دلم برای سادگی و حماقتش میسوخت، ولی کاری از دستمان بر نمی آمد تا برایش انجام دهیم. صبح اول وقت نام او را با کلیه وسایل خواندند و در حالی که گیج و متحیر مانده بود و به سختی وسایلش را جمع می کرد، به همراه پاسدار شیفت بند را ترک کرد. او چوب ساده انگاری های خود را خورد و بهای سنگینی را نیز به خاطرش پرداخت
بهایی که سرانجام بعد از تحمل ماه‌ها انفرادی همان گونه که پیش بینی کرده بودم به تواب شدنش منتهی شد. در همان دوران الف میم ب که هم اتاقی ما بود افتضاح اخلاقی به بار آورده و در تلاش برای توجیه آن بود و مرتب به شکلی واژگونه و غیر واقعی قضیه را در سطح بند مطرح می کرد، هرچند که مسئله ساده بود. با صلاح دید بچه ها با او صحبت کردم و گوشزد کردم که مسئله خاتمه یافته است و بهتر است که دیگر در این رابطه آن هم در سطح بند صحبتی نکند. تلاش ما این بود که مبادا قضیه به گوش پاسداران برسد و تلاش کنند که از مسئله پیش آمده سوء استفاده کنند و مستمسکی بر علیه بند بسازند. چیزی نگذشته بود که متوجه شدیم وی قضیه را با پاسداران و زیر هشت مطرح کرده و در واقع به آنتن و تواب جدیدی تبدیل شده است. با پی بردن به موضوع او را خواسته و با پرتاب کردن وسایلش به داخل راه رو گفتم از این لحظه حق ماندن در اتاق و زندگی در میان جمع را نداری. هر غلطی که خواستی می توانی انجام دهی. تا امروز اگر تحملت می کردیم صرفاً به این خاطر بود که از درغلتیدنت به دامان رژیم جلوگیری کنیم. حالا که راحت به بیرون و به میان آنها باز شده دیگر نمی توانی در اتاق زندگی کنی. به خوبی آگاه بودم که با این کار دارم خود را کاندیدای رفتن به انفرادی می کنم و از این بابت شکی نداشتم. بچه ها نیز از اینکه هنوز در بند بودم و به انفرادی منتقل نشده بودم در تعجب بودند. چند برخورد با داوود لشکری و همچنین حامد که هر دو از سرشیفت های بند بودند داشتم. رعایت های معمول را نیز نمی کردم. با شرایطی که پیش آمده بود، حدس و گمانم بر این بود که به زودی مرا به انفرادی خواهند برد. پس چه دلیلی دارد که در این شرایط مماشات کنم؟ این نوع برخوردها در چند روز آخر شدت گرفته بود. الف میم ب چند روزی در راهروی بند زندگی می کرد و به شدت ایزوله شده بود تا اینکه مرا به انفرادی منتقل کردند. وی بعداً به اوین منتقل شد و مدتی در اتاقهای مختلف آموزشگاه به عنوان نفوذی گردانیده شد. بعد از لو رفتن ماهیتش از وی به شکلی علنی به عنوان تواب استفاده می کردند. او در حسینیه اوین و به هنگام انجام مصاحبه از سوی افراد برای آزادی از زندان در میان جمع برخواسته و بر علیه زندانی بیدفاع افشاگری می کرد. ساعت 11:15 شب بعد از اعلام خاموشی بچه ها در تدارک خوابیدن بودند و من در جایم دراز کشیده بودم. داوود لشکری به سلول 4 آمده و از همه خواست از جای برخیزند و به من گفت آهسته و بدون سر و صدا وسایلم را جمع کرده و برای رفتن به انفرادی آماده شدم. لحنش به گونه ای بود که دیگر همه چیز تمام شده است. وسایلم را در بالای قفسه به او نشان دادم و با لحن آمرانه‌ای گفتم قلاب بگیر بروم بالا وسایلم را بیاورم. چاره‌ای جز پذیرش نداشت. خودش فرمان داده بود که بچه‌ها در یک طرف اتاق جمع شوند و من وسایلم را جمع کنم. می‌خواست از هر گونه تماس و یا روبوسی در آخرین لحظه با من جلوگیری کند. صحنه خنده‌داری شده بود. داوود لشکری قلاب گرفته بود و من روی دوش او سوار بودم و تلاش می کردم وسایلم را از بالای قفسه دست ساز خودمان بردارم. من بالا بودم و او در زیر سنگینی بدن من تقلا می کرد. به تحقیری که می شد نیندیشیده بود. از نگاه های سرزنش آمیز بچه های اتاق و همچنین کسانی که از بیرون اتاق و از پشت شیشه در شاهد ماجرا بودند به این مسئله پی برد. تلافیش را هنگامی که از بند بیرون رفتم و در سلول انفرادی درآورد. از همان بیرون بند تا انفرادی یک ضرب کتک خوردم. چند نفری سرم ریخته بودند و هرچه دقه دلی داشتند به این ترتیب خالی کردند. خرد و خمیر در سلول انفرادی رهایم کردند و وعده دادند این پیش قصدش بود. بعداً به خدمتت می رسیم. روزهای بعد باز هم به سراغم آمدند. عصبانیت بی حد آنان ناشی از این بود که بعد از بردن من علارغم تهدیدات چند باره پاسداران تا مدت‌ها نتوانسته بودند خاموشی را برقرار کنند و بند در التهاب به سر برده بود.
روزها و ماهای بعد نیز تیم والیبالی که در بند به نام من بود همچنان به همان نام خوانده می شد و بارها در حضور لشکری و دیگر پاسداران بچه ها نام تیم را با صدای بلند می گفتند تا اعتراض خود را نشان دهند. به همین دلیل بارها در انفرادی کتک خوردم که چرا نام من روی تیم والیبال بند باقی مانده است. در واقع یک نوع مقاومت منفی بود که از سوی بچه های بند در قبال آنها اعمال می شد. یک پارچگی و همدلی بچه ها در آن شرایط بسیار گسترده و ستودنی بود. فضای انفرادی بسیار سرد بود، به ویژه در شبها. تا ماها روی زمین چیزی نبود و من تنها دو پتو داشتم. یکی را به عنوان زیرانداز و موکت روی زمین انداخته بودم و دیگری هم تشکم بود و هم پتو. چیزی برای اینکه زیر سرم بگذارم نداشتم. دمپایهایم را که خیلی خشک بودند زیر سرم می‌گذاشتم. از شدت سرما و بدن درد خوابم نمی‌برد. گاهی از خستگی قش می‌کردم. برای اینکه بر سرما غلبه کنم، می‌رفتم لای پتویی که به عنوان زیرانداز استفاده می‌کردم و آن را دور خودم می‌پیچیدم و پتوی دیگر را روی آن می‌انداختم. گاه از زور گردن درد مجبور می‌شدم دمپایها را از زیر سرم بردارم. به این ترتیب سرم روی زمین قرار می گرفت و سرما را به شدت احساس می کردم. در هر صورت خوشتر بودم که بر آرام و خواب شبانه چشم بربندم تا بر وجدان بیدار خیشتن. گوهردشت در پایه کوه قرار دارد و از طرفی نیز به دشت راه دارد. سرمای آن از تهران بسیار بیشتر است. زندان نیز تازه ساز بود و همین موجب سرمای بیشتری می شد. یک لوله آب گرم بزرگ به شکل نل در اتاق بود که از آن به عنوان شوفاژ و یا منبع گرم کردن سلول استفاده می کردن. تا با محیط جدید اخت شوم چند روزی طول کشید. در بالای سرم توالت بند بالا که آن هم مجرد بود قرار داشت و یک هواکش بزرگ سفاز در آن روشن بود که صدای آن درست در گوش من بود. لحظه اول فکر کردم با این صدا نمی توانم سر کنم. گوشه از زیر پیراهنم را پاره کردم و در گوشم فرو کردم، ولی فایده ای نداشت. بعد از مدتی به آن عادت کردم و هیچ فشاری را ظاهراً از سوی آن احساس نمی کردم. بعدها وقتی یک روز برق گوهردشت برای اولین بار رفت و این هواکش خاموش شد، ناگهان همراه با آخرین چرخش های پروانه هواکش احساس کردم بار بزرگی از روی شانه هایم برداشته شده است. من تا آن روز متوجه فشار عظیمی که بر روانم بود نبودم. به مجرد اینکه هواکش خاموش شد به سنگینی آن بار پی بردم. مدت‌ها یکی از موضوعاتی که در انفرادی به آن فکر می‌کردم همین مطلب بود. فشارهایی که انسان را در خود می‌شکند ولی او متوجه آن نیست. فشارهایی که گاه انسان‌ها را از درون پوک می‌کند و باعث فروکش کردن ناگهانی شمع وجودشان می‌شود و کسی به چراییش نمی‌پردازد چون آن را نمی‌بیند و حضورشان را احساس نمی‌کند. فشارهای مرئی و نامرئی که روی یک اجتماع است و همه را به نابودی و اضمحلال می‌کشاند. ساعت‌ها و روزهای متوالی به این موضوع می‌اندیشیدم. در انفرادی در طول شب و تاریکی چراغ سلول به طور مداوم روشن است. باید عادت می کردم که در روشنایی بخوابم و این کار چندان آسانی نبود، ولی بالاخره به این نیز عادت کردم. یک مشکل اساسی دیگر یعنی بازدید چند باری سلول از طریق دریچه توسط نگهبان نیز بود. بارها در طول شبانه روز سلول را چک می کردند تا نسبت به زنده بودن و عدم خودکشی زندانی مطمئن شوند. باز و بسته کردن دریچه سلول باعث می شد که چند بار در طول شب از خواب بیدار شوم. خیام زمانه زان کسی دارد ننگ، کو در غم ایام نشیند دلتنگ. در انفرادی ظاهراً کاری برای انجام دادن نیست و همه چیز یک نواخت است. ولی در همین یک نواختی محض نیز می توان فضای جمعه را به خوبی احساس کرد. بهتر از بیرون و فضای آزاد می شود به آن پی برد و حالتهای آن را حس کرد. حتی ترانه جمعه فرهاد را نیز بهتر می شود درک کرد و شعر فروغ را نیز، به خصوص وقتی که می گوید جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز. تفاوت جمعه با روزهای قبل در انفرادی در این بود که تعداد دفعه هایی که پاسدار به سلول مراجعه می کرد کمتر بود.
کسی به ملاقات و یا احیاناً بازجویی نمی رفت و پاسدار شام شب را که تخم مرغ بود همراه با نهار ظهر و جیره پنیر فردا صبح یک جا می داد. همین تغییر اندک باعث کمتر شدن تحرکات در سطح بند و زندگی پیرامون ما می شد و فضای سنگین و دلگیر و دلتنگ جمعه را با خود می آورد، چرا که دیگر به انتظار شنیدن صدای چرخ تقسیم غذا که خود تنوعی در زندگی ما بود نمی نشستیم. روزهای جمعه ساعت 1 بعد از ظهر از طریق بند عمومی روبرو صدای رضا بهمن‌آبادی به گوش می رسید که بعد از اتمام غذاخوری جمعی بچه ها در سالن فریاد می زد: آیا از مسئول صنفی بند راضی هستید؟ و بچه ها یک بار چه فریاد می زدند: بله. من از ساعت 12 ظهر منتظر این صدا بودم. وقتی صدای یک پارچه بچه ها را می شنیدم، گویی روحم تازه می شد. برای من صدای از ملکوت بود. گویی تمام روح و جسمم با آن احساس هماهنگی و یگانگی می کرد. تمام هوش و حواسم معطوف به این بود که این صدا را بشنوم. صدایی که برایم زیباترین و دلنشینترین و انگیزاننده ترین صدا در آن دوران بود. صدایی که تمامی خاطراتم از بچه ها را زنده می کرد، صدایی که روح و جانم را با خود می برد و مرا سرمست از شادی و شعف می کرد. اوایل فکر می کردم تنها من هستم که به راز این صدا پی بردم و این صدا تنها روی من این تأثیر را داشته است، ولی بعدها متوجه شدم محمد رضا صادقی نیز در همان بند است و با شناختی که از موضوع صدا دارد همان احساس من را دارد. پشت پنجره سلولم می ایستادم و تا این صدا را نمی شنیدم دور نمی شدم. می خواستم فریاد بزنم و به همه بچه های بند بگویم: بچه ها نمی دانید هر جمعه چه موهبتی را از دست می دهید. من چقدر خوششانسم که از این اقبال بزرگ برخوردارم. بعد از ماهای متوالی یک جمعه هرچه منتظر شدم صدایی نیامد. نمی توانستم از کنار پنجره فاصله بگیرم. مگر می شود رضا از بچه ها نپرسد؟ مگر می شود آنان یک پارچه او را تایید نکنند؟ تا بعد از ظهر آنجا ایستادم و تکان نخوردم. به خودم گفتم حتما گفتند و حواسم نبوده، آن را از دست دادم. در تمام طول هفته گویی چیزی را گم کرده بودم. در جمعه بعد سر از پا نمی شناختم. منتظر بودم هرچه زودتر ظهر شود. ناامیدانه چند ساعتی آنجا ایستادم، ولی خبری نشد و صدایی به گوش نرسید. پیام خوبی نبود. این به منزله آن بود که بچه ها به جز غذاخوری جمعی بسیاری چیزهای دیگر را نیز از دست دادند. هر زندانی سیاسی قبل از هر چیز بایستی تلاش کند همان گونه که وارد زندان شده باقی بماند و بدون آنکه شکسته شود از زندان بیرون رود. در این راه ضمن حفظ اعتقاداتش ضرورت دارد به تقویت آنها نیز بپردازد. در نخستین قدم لازم است راه‌های چگونه زنده ماندن را فرا بگیرد. اهمیت این موضوع در سلول انفرادی دوچندان می شود. از اولین لحظه‌ای که در انفرادی به خود آمدم، در فکر رویاندن یک سبزه در سلولم بودم. ایده آن را از کتاب آنها که زنده اند نوشته ژان لافیت که سالها قبل خوانده بودم گرفته بودم. ژان لافیت از مبارزان و چهره‌های درخشان نهضت مقاومت فرانسه در خلال جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه بود. وی پس از دستگیری و تحمل شرایط بسیار سختی به اردوگاه‌های مرگ هیتلری اعزام می‌شود. ژان لافیت در اردوگاه مرگ موتهاوزن داستان یک زندانی را که کاملاً تنها در زندانش می‌زیست و در کودکی آن را در کتابی خوانده بود به یاد می‌آورد. مرد زندانی به جز چهره زندانبان خود کسی را نمی دید و با کسی نیز حق گفتگو نداشت. او را بدین صورت از جهان منزوی کرده بودند. روزی گیاه کوچکی از درز میان سنگ‌ها جوانه می زند. زندانی بیچاره با شور و شوق وصف ناپذیری به آن گیاه خیره می شد. آن سبزه نورسته رابطه او را با طبیعت و کار و کوشش مردم در بیرون از زندان حفظ می کرد. تا اینکه روزی نگهبان سلولش گیاه نورسته را دیده و متوجه پیوند میان آن دو شده و آن را از ریشه در می آورد، به این امید که آخرین پیوندهای او را نیز با جهان خارج قطع کرده باشد. به قول ژان لافیت گویی که قلب زندانی بیچاره را در آورده باشد.
ژان لافیت به تأسی از مرد زندانی هر موقع باغچه گلکاری شده جلوی بلوک اردوگاهشان را می‌دید، به یاد داستانی که در کودکی خوانده بود می‌افتاد. او از تجربه زیبا در اردوگاه مرگ متازن می‌گوید. از باز شدن غنچه‌های نشکفته در صبحگاه اردوگاه که آن محیط هول‌انگیز و دهشت‌زا را به خنده‌ای فرح‌زا و دلگشا مبدل می‌کرد. یکی از روشن‌ترین بخش‌های کتاب که در ذهنم مانده بود، اتفاقاً یادآوری همین خاطره باغچه جلوی خوابگاه بود. در ابتدا حتی فکر کردن در مورد آن بیفایده می‌نمود. در طبقه دوم زندان تازه ساز گوهردشت که کفپوش آن نیز از مکالوم است، امکان روییدن سبزه ناممکن است. هیچ خاک و دانه‌ای نیز یافت نمی‌شود. با این همه امیدم را از دست نداده بودم. یکی از شبها اتفاقی عجیب رخ داد. آنچه که به دنبالش بودم به عنوان شام به سلولم راه یافت. شام خرما بود. خرماهایی نه چندان مرغوب که روی دستشان باد کرده بود و مقدار نسبتاً زیادی از آن را نیز پاسدار به من داده بود. 32 عدد خرما. بلافاصله مشغول جدا کردن هسته ها شدم. هسته خرماها را در آفتابه ام ریختم. روزها به هنگام استفاده از آفتابه به شدت مراقبت می کردم که مبادا گنجینم به داخل توالت سرازیر شود. بعد از سپری شدن 10 روز متوجه شدم که هسته های خرما باد کرده و به زودی جوانه خواهند زد. به حمام که رفتم تقاضای داروی نظافت کردم و کیسه های پلاستیکی آن را پنهانی در میان شورتم جاسازی کرد و به داخل سلول آوردم. هسته خرماها را داخل 2 کیسه پلاستیکی قرار داده و در میان کیسه نانم پنهان کردم. از تجربه‌ای که ژان لافیت از آن سخن گفته بود برخوردار بودم. کوچکترین غفلتی ممکن بود به از دست دادن گنجینه‌ام منتهی شود. نیمه های شب حوالی ساعت 2 بامداد که می دانستم کمتر به بازدید کردن سلول ها می آیند، از خواب برخاست و جوانه ها را از جاسازی در آورده و مدتی زیر شیر آب می گرفتم و سپس آنها را روی زمین گذاشت و با احترام مقابل آنها می نشستم. من با همه وجودم در مقابل نمادی از زندگی می نشستم. حق با ژان بود. ارتباط عجیبی با طبیعت برقرار کرده بودم. من همه درختان و جنگل‌ها و بیشه‌زاران جهان را در جوانه‌هایم می‌دیدم. من رویش را در آنها می‌دیدم. شور و اشتیاق را در من دامن می‌زدند و امید را در دلم رشد می‌دادند. در آن شرایط آیا موهبتی از این بزرگتر امکان داشت نصیب کسی شود؟ ساعت‌ها به این موضوع می‌اندیشیدم که قضیه نور و نیاز گیاه به نور را چگونه حل کنم، در حالی که جوانه‌هایم باید در مخفیگاه خود به سر برند تا دشمن از وجودشان مطلع نشود. زندگی درست در یک کیسه پلاستیکی کوچک که روزی داروی نظافت در آن بود در میان کیسه نانم جریان داشت. آیا جوانه‌هایم که می‌توانستند جوانه‌های یک تحول باشند از نور کافی برخوردار هستند؟ چگونه در میان کیسه نان در حالی که به زندگی مخفی خود ادامه می دهند می توانند از نور کافی که حیاتشان به آن وابسته است برخوردار شوند؟ گاه از خودم می پرسیدم چرا هر کسی که در کشور برای زندگی تلاش می کند باید در مخفیگاه به سر برد؟ چرا باید دور از چشم اغیار به تلاش خود ادامه دهد؟ مگر زندگی چه ایرادی دارد؟ مگر رویش و بالندگی و تراوت و شادابی چه مشکلی می آفریند؟ هرچه بود جوانه ها نزدیک به 100 روز همراه من بودند و دوش به دوش هم در نبرد برای زندگی شرکت داشتیم. مدتی بود جوانه ها دیگر تراوت گذشته را نداشتند و به خشکی گراییده بودند. مواد غذایی داخل هسته خرما تمام شده بود. منبعی برای تغذیه جوانه ها در اختیار نداشتم. عاقبت روزی مجبور شدم دل از آنها بکنم. اینطوری برای من هم بهتر بود. مدتی بود احساس می کردم نگریستن و پرداختن به آنها نیز مرا به نوعی دچار یک نواختی کرده و دیگر اثر سابق خود را ندارند.